عرض ادب دارم خدمتون، سعید سکویی هستم که در این روز چهارشنبه 29 آقای دو مهندس 28 این دفعه یه روز جلو رفتیم، من میشه عقب میرفتیم. 28 جولای 2010 میلادی افتخار حضور در مناظر شما رو دارم. امروز نمیگوییم تلویزیون جهانی آریامهر، میگیم تلویزیون آریامهر به جهت اینکه از 48 ساعت گذشته ما روی اروپا و ایران نیستیم. هرگز به جرأت خدمتون میگم، هرگز در طول 27 ماه گذشته یک بار به شما دروغ نگفتم. هرگز در طول 27 ماه گذشته یک بار سعی نکردم مغلطه کنم، شالاتان بازی کنم و یا بخوام به نوعی احساسات شما رو تحریک کنم برای اینکه بخواهیم بمانیم. دلیل اینکه از روی ستلایت T12 پایین اومدیم علت این بود که حدود 3 ماهه دارم خدمتون عرض میکنم که از نظر مالی در بحران به سر میبریم و ستلایت 12 رو به جهت عقب افتادگی پیمنت بهشون ما رو قطع کردن. روی تلویزیون آمریکای شمالی G19 و آمریکا و کانادا و اینترنت هم توی همین فاصله شاید یکی دو روز آینده، دو سه روز آینده دیگه نباشیم. یک عده میگن آقای سکویی نگین انقدر، ممکنه نباشیم. بعضیا دوست ندارن، خوششون نمیاد. از واقعیت دور هستند. یکی از برنامه سازان حرفه‌ای و با سابقه در همین چند ساعت گذشته گفته بود اگر کانال پارس، کانال یک و اندیشه نباشد چه کسانی با حکومت اسلامی مبارزه کنند. میخوام در جواب این هموطن نازنینم بگم اگر کانال یک، تلویزیون پارس و اندیشه نباشد حکومت اسلامی زودتر سرنگون میشود. یک برنامه ساز حرفه‌ای دیگر میگفت اومدن تلویزیون پارس رو بخرن، گفتن فقط میبودی نباید باشد. بعد از 37-38 سال زندگی در آمریکا آدم غرق در حیرت میشه که برای چی اصلا بیان یک تلویزیون رو با قیمت گزاف بخرند که ایکس باشد یا ایگرگ نباشد. میروند یک تلویزیون خودشان میزنند، هر کس را که بخواهند میگذارند، هر کس را که نخواهند نمیگذارند. هموطن بسیار نازنینم، 27 ماه با شرف، با حیثیت، با آبرو، با وجدانی پاک تنها رسانه‌ای بودیم که بدون شیل پیله، بدون نیرنگ، بدون دغلبازی، بدون حقبازی و شیادی، با قلبی آکنده از مهر و عشق به ایران و ایرانی جلوی دوربین نشستم و با شما صاف و ساده صحبت کردم. یک ثانیه در طول این 27 ماه گذشته در این تلویزیون اجازه داده نشد مماشات بشه. بگذاریم که در طول یکی دو سه ماه گذشته یک مقداری خط تلویزیون عوض شد و ما از اون حالت با اینکه طرفدار نظام پادشاهی هستیم، با اینکه خون آریامهر در رگ‌های منه، با اینکه قلب من با نام رضا شاه بزرگ میتپه، اما این تلویزیون 90% کارش جنگیدن با رژیم خونخوار، رژیم اشغالگر و حرامزاده های پس فطرتی است که کشور من رو اشغال کردند. هموطنان بسیار نازنینم، تلویزیون آریامهر به خودش میباله، افتخار میکنه که در طول 27 ماه بعد از 30 سال مبارزه که عده‌ای وطن پرست در خارج از کشور که تعدادشون زیاد هم نیست
دارن میکنن در حد توانشون، تنها رسانه‌ای بود که اومد خطش رو مشخص کرد، گفت ما کی هستیم، چی کاره هستیم، کجا ایستادیم و هدفمون، هدف اصلیمون براندازی و سرنگونی حکومت اسلامی است، که هیچ رسانه‌ای تا به امروز جرأت مطرح کردن این مسئله رو نداشته. همه نشستن تا ورق پایین بیاید ببینند سرباز است، بی بی است، شاه است، آس است یا دولو سه پیک، تا با اون در استخر پر شنا کنند، شیرجه بزنند. در طول 27 ماه گذشته تلویزیون آریامهر روی شونه های شما کوله بار سنگینش رو کشید و در تمام طول این 27 ماه گذشته من مثل شمع آب شدم که راه کج نریم، مماشات نکنیم، مسامحه نکنیم، نکنه خدایی ناکرده غفلت کنیم و برای اینکه جلوی دوربین باشیم و بخوایم رزق روزی بکنیم، امیال و خواسته های هر کسی رو در هر بودی، در هر سطحی، با هر فکری، از هر طیفی، از هر طایفه‌ای، از هر ایدئولوژی بخوایم نوچه بشیم و بخوایم تحت تأثیر قرار بگیم. هرگز من این اجازه رو ندادم به خودم و به همین جهت تلویزیون به عنوان یک استثناء در میان رسانه‌های دیگه جلوه‌های خاص خودش رو مثل الماس به شماها نشون داد. گفتن سعید سکویی تند، رادیکال، فاشیست، فحاشی میکنه. بدترین واژه‌ای که از دهان سعید سکویی بیرون اومد آخوند پوفیوز، آخوند دریوزه، جیرخار، فاحشه سیاسی بود. فحاشی رو در تلویزیون آقای داور ویسه و در تلویزیون آقای امید امیدوار میتوانید معنی واقعیش رو بفهمید. مبارزه کردیم، ایستادیم، سرسختانه جنگیدیم، به همین جهت ما را از دادن آگهی هاشون صاحب ها کارها منع کردن، یعنی به ما ندادن آگهی، مگر برای کسی که 30 سال، 28-29 سال در آمریکا کار کرده، معنی پول رو در سطح بزرگش چشیده، 27-28 سال با مردم در تماس مستقیم بوده، در بزرگترین مؤسسه های مالی آمریکایی کار کرده، مگر از 4 تا بچه دیپلمه تلویزیوندار کاسبکار کاسبی بلد نیست؟ مگر ما بلد نیستیم سریال های حکومت اسلامی رو بلد نبودیم اینجا بگذاریم لاش 4 تا لنگو پاچه و 4 تا آهنگ و 4 تا رپ و 4 تا موزیک اسپانیش و گریک و نمیدونم امریکای لاتین و این مسائل رو بگذاریم و یک درآمدی برای خودمون کسب کنیم و بلافاصله آگهی صدف و گلچین و این برونبرم به طرفمون سرازیر بشه، چون داریم مطابق بازار پیش میریم، بر علیهش رفتیم. بزرگترین دشمنی ها، بزرگترین صدمات رو ما از طرف کسانی خوردیم که براشون فریاد زدیم و بلندگوش شده بودیم. 2 سال و 7 ماه، 2 سال و 27 ماه فریاد جاوید شاهمون، زنده کردن پادشاهامون، زنده کردن تاجمون، شیر و خورشیدمون، از کوروش بگیر بیا تا آریامهرمون، چه نکردیم؟ چگونه این تابوت رو از زیر خاک بیرون نیاوردیم و از جلسات 1-2-3 جلسه در سال در این سالن و نمیدونم سرود شاهنشاهی در سالن هفته یک بار 6-7 نفری به جهان و جهانیان برتابش کردیم و امروز شما نمودارهاش رو دارید در این تلویزیون، در اون تلویزیون، در این رادیو، در اون جلسه، در قاهره، در این وضع، در اون وضع دارید میبینید. اما با ما طوری رفتار کردند که بزرگترین خنجرها رو از همونهایی خوردیم که برای دودمانشون، برای تاریخمون، تمدنمون، فرهنگمون فریاد زدیم.
هزار بار جانمون رو دادیم، یک بار برای ما تب نکردند. چه فایده داره که این تلویزیون توسط کسانی خواسته و ناخواسته داره در زیر آب غرق میشه؟ دو سال و چند ماه این تلویزیون پادشاهان رو، پهلوی رو که مزدوران رژیم، جیرخاران رژیم، استعمار غرب و شرق زیر خاکش کرده بود، بیرون آوردیم، با زبونمون لیسیدیم، پاکش کردیم، تمیزش کردیم، براقش کردیم و به سراسر دنیا فرستادیم. هر بار شاهزاده اومد اینجا با حسین مهری و علیرضا میبودی و تلویزیون اندیشه و تمام تلویزیون هایی که همه میدانیم سر در آخر کجا دارند،